بازتاب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. خبرگزاری فرانسه: مهاجمین دو پلیس ایرانی را در استان سیستان و بلوچستان به ضرب گلوله کشتند که آخرین مورد از حملات به نیروهای امنیتی در منطقه جنوب شرقی است. دویچه وله: معترضان ایران روی اولین سالگرد مرگ امینی متمرکز می شوند، در حالی که مقامات هر گونه نشانه ای از اعتراض را یک سال پس از مرگ یک زن جوان در بازداشت پلیس که جنبش نافرمانی مدنی در سراسر ایران را برانگیخت سرکوب می کنند. خانواده های فعالان کشته شده تحت فشار هستند. سایت وزارت دادگستری آمریکا: وزارت دادگستری اولین قطعنامه کیفری مربوط به فروش و حمل و نقل غیرقانونی نفت ایران را در نقض تحریم‌های ایالات متحده اعلام کرد. سایت پولیتیکامنت ایتالیا نوشت: رژیم ایران از رشد سریع و محبوبیت مجاهدین خلق ایران احساس خطر می‌کند. قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 زخمی باز در تاریخ بشریت باقی مانده است. سکوت و بیعملی نهادهای بین‌المللی و کشورهای بزرگ به منزله حمایت از آن جنایت و تداوم معافیت از مجازات رژیم است. سایت رادیو فرانسه: روزنامه لومون نامه‌های 5 زن زندانی سیاسی در اوین را منتشر کرد که با اشاراتی به مبارزات مردم ایران و درد و رنج زندانیان سیاسی تأکید می‌کنند بدون تردید بنیاد اختناق در ایران فرو خواهد ریخت.